به نام خدا شاگردای عزیز و گرامی سلام خوب هستین بخیر بخیر هستین جور باشین سعادتمند باشین من عبد رضایی استاد مضمون ریاضی صنف نهم شما شاگردای عزیز خوش آمدید میگم به برنامه خودتان یعنی برنامه مکتب هادی صحیح خب ما و شما مضمون ریاضی رو میخونیم با هم درست است شاگرد عزیز ما و شما مضمون ریاضی را قرار است که بخوانیم و میخوانیم و امروز چی است فصل دوم جلسه پنجم ما و شما است درس امروز ما از فصل دوم جلسه پنجم از فصل دوم است خوب خب امروز ما و شما دو تا عنوان رو باید بخوانیم درست است اول چی ترسیم چند منظم یا گفته منتظم هم برش گفته میشه سایست چندزولی منظم یا منتظم و بعد از او چی محیط و مساحت دایره را میخوانیم فرمول برات میگیم که چه رقم محیط و مساحت دایره را ما و شما دریافت کنیم فرمولاش برات میگیم و سوال برات کار میکنیم درست است شاگرد عزیز دقت کنید امروز فصل دوم ما و شما خلاص میشه سایست و درف بعد فصل سر را ما و شما شروع میکنیم خب ولی اول از همه شاگرد عزیز قبل که درس خود شروع کنیم کارخانگی درس قبل یا جلسه قبل با ما روان کردین و باید روان میکردین نگه نه از چه طریق از طریق واتس نمبر 20964 780 255 4013 گفتیم میتونید با ما در ارتباط شوید از طریق واتس اپ همین که برای شما خواندیم درست است و میتونید اگر کدام سوال داشته باشید کدام مشکل در حل کارخانه که داشته باشید کدام پیشنهاد داشته باشید میتونید با ما در ارتباط باشید دیگه نه از این طریقی که امین نمبر که برای شما خواندم خب پس بریم سر تخته شاگرد عزیز در با ما همراه باشید درس رو شروع کنیم عنوان اول ما شما چی بود ترسیم یا رسم کردن ام کشیدن دیگه کشیدن چند منظم اول اصلا شما بگید چند منظم چی جلسه قبل گفته بودیم دیگه گفتیم چند زلی که تمام زل های از او با هم و تمام زاوی های داخلی از او با هم چی باشد مساوی باشد با او میگیم چند زلی منظم یا منتظم گفتیم گفته میشه پس چند منظم چند منظم چند که تمام زاویه های از او با هم مساوی باشد و, و تمام زل های از او با هم چی باشد مساوی باشد به عنوان مثال شاگرد عزیز سه منظم چی میشه سه منظم میشه مثلث متساوی الاضلاع یعنی هر سه باید با هم چی باشد مساوی باشد پس سه منظم تقریبا یعنی سه تا زل چی هست با هم است تمام زاویه باید با هم چند باشد مساوی باشد شاگرد عزیز در سه منظم یا مثلث متساوی الاضلاع زاویه چند درجه میشه این ما شما میفهمیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث چند درجه است 180 درجه خب به سه باید مساوی باشه تقسیم بر سه کو میشه چند میشه 60 درجه پس زاویه از باید 60 درجه باشد ار سه زاویه 60 درجه 60 درجه سیست و از آن میتونه با هم مساوی باشد 2 سانتی متر 3 سانتی متر فرق نمیکنه ار سه زل باید با هم مساوی باشد باید میگیم چی سه منظم یا منتظم که مش نامش است مثلث متساوی الاضلاع سیست خب چهارزلی منظم چی میشه؟ چهارزلی منظم بگین. آفرین. مربع. مربع چی است؟ چهارزلی منظم است. تمام زاویش با هم برابر است و 90 درجه است و هر چهار از چی است؟ با هم مساوی است. میگیم چهارزلی منظم که نامش مربع است. اما پنج زلی منظم چه رقم بکشیم؟ شش زلی منظم چه رقم بکشیم؟ درس ما و شما امروزی است که پنج زلی یا شش زلی یا ان زلی فرق نمی من منظم چه رقم بکشیم؟ سایست فام چه رقم شد خود خب سه زلی و چهار زلی خب آسان است دیگه میتونیم بکشیم اما 5 زلی، شش زلی، 7 زلی، 8 زلی و تا لایتنایی دیگه نمیتونیم بگیم این زلی منظم و چه رقم بکشیم ما برای شش زلی منظم بر اول میکشم که بسیار آسان است سایست فام چه رقم شد دیگه نه پس طریقه رسم یا کشیدن چند زلی منظم ما اگر یک تا دایره اول بیم بکشیم شاگرد عزیز دقت کن یک یک تا دایر دل دایره دلخواه ما دایره این مفاهیم که محیط دایره چند درجه است بر حسب درجه 360 درجه آفرین 360 درجه است دیگه نه آلی چند زلی داریم با عنوان مثال 6 ولی میخوایم بکشیم پس ما همین 360 درجه کامل امی محیط دایره را 360 درجه را تقسیم بر همون 6 میکنیم 6 زلی. اگر شما بخواید 5 ولی بکشین باید تقسیم بر 5 کنین اگر بخواید 8 ولی بکشین باید تقسیم بر 8 کنین صحیح پس 10 زلی اگر بخواید بکشین تقسیم بر 10 میکنیم فهم دیش رقم شد دیگه نه آلم ما میخوام چند زلی بکشم به عنوان مثال میخوام 6 زلی بکشم پس معمی 360 درجه را 360 درجه تقسیم بر چند میکنم؟ 6 میکنم. فایف تقسیم بر 6 که 6 زلی تقسیم بر 6 کنم چند میشه 6 6 میشه 66 باقیمانده 0 0 میاد پایین در انتقال پیدا میکنه ده, ده اینجا پس میشه چند درجه 60 درجه پس 360 تقسیم بر 6 بکنم 60 60 هدف میای چی 60 درجه بهدف میآید پس من باید چی کنم دقت کنید شاگرد عزیز ما میایم زاویه مرکزی شفت درجه رسم میکنیم در دا می دایره خود زاویه شفت مرکزی مرکز خود میفهمین زاویه که مرکزش چی است رأس زاویه روی مرکز دایره باشد و از لای چی باشد شاههای دایره باشد پس ما یک تا زاویه شفت درجه میکشم زاویه شفت در تقریبا 60 درجه میشه اینی رو ما اگر بگیریم 90 درجه شفت درجه میشه پس این شفت درجه از اینجا تا اینجا چند درجه است درجه است صحیح فهمید چرا رقم شد دیگه نه چیکار میکنم آلی یا دو را دارم یک تا مت باز دوباره میتون زاویه 60 درجه بکشم امیر به 60 60 تبدیل کنم به 6 تا 60 درجه که 360 درجه شود. یا میتونم یا میتونم یک تا پرگار پرگار خود میفهمید چی هست دیگه پرگار شاف یک تا سوزن داره یک تا چه پنسل داره دیگه نه سوزن بونم ده اینجا پنسلش ده اینجا بونم همین به اندازه دهانه پرگار به انداز همین قوس که اینجا ایجاد شده باز میکنم صحیح همین که و باز دوباره چی بزنم کماند بزنم سیف باز دوباره کماند بزنم با اون شکل به شکل پشت سر هم چی بزنم کماند بزنم پس ده اینجا قد میکنه ده اینجا قد میکنه ده اینجا قد میکنه ده اینجا قد میکنه پس من اینا را اگه به از مرکز به اینا وصل کنم زاویه چند درجه تشکیل میشه زاویه 60 درجه تشکیل میشه پس یک دو سه چهار پنج شش تا زاویه 60 درجه من میتونم تشکیل بدم جور کنم سیف فاز نشه رقم شد دیگه نه پس دقت کن شاگرد عزیز اول گفتیم چون 6 ولی است ما 360 تقسیم بر 6 کردیم زاویه ما و شما چند زاویه 60 درجه دریافت شد اگر تقسیم به مثال بگه 5 ولی منظم بکشید شما 360 تقسیم بر چند میکنید تقسیم بر 5 میکنید تقسیم بر 5 کنید میشه 72 درجه و زاویه مرکزی 72 درجه, درجه باید بزنی یک تا زاویه مرکزی 72 درجه رسم میکنی با نقاله سیست بعد دهانه پرگارت به اندازه همین قوس ما خود باز میکنی و سوزن در اینجا میمانی با پنسل در اینجا یک تا کمان میزنی قوس میزنی و تا آخر این ادامه میتی سیست وقت چی میشه زاویه های 72 درجه تشکیل میشه زاویه مرکزی آلی امی قسمت هایی که چی هست قد کده امینا رو مگه به همدیگه وفت کنم ششزولی منظم رسم میشه سایست این را ما دایی کنم البته در اینجا فیفت پس چی شد؟ یک دو سه چار پنج شش یک شش زولیه منظم تا نیستیم رسم کنیم فهمیدی چه رقم شد دیگه نه اگرده عزیز پس ای چی هست؟ از طریقه رسم یک چند فضولیه منظم پس چی کار میکنیم؟ با مثال ما برای شش فضولیه رو رسم کردیم 360 درجه که محیط کل دایره 360 درجه است تقسیم بر شش میکنیم چون شش فضولیه رسم کنیم اگر شما 8 زلی رسم میکردید باید 360 تقسیم بر 8 کنید اگر 5 زلی رسم کنید باید 360 تقسیم بر 5 کنید این جواب که در راه میشه اینم چی زاویه مرکزی که باید بزنید یک تا زاویه مرکزی میزنیم 60 درجه شده اینجا دهانه پرگار به انداز این قوس باز میکنیم و پوش فر هم قوس میزنیم صحیح است الان ما میمانیم آلی همینا رو به هم میکنیم 6 زلی منظم ما شما چی میشه رسم میشه صحیح است فهمیدین رقم یک تا نقطه. یک نکته دارم شاگرد از دقت کنید این نکته که میگم فقط برای شش زلیست ها. برای دیگه پنج زلی و, اف زلی و نیست فقط برای شش زلیست این شش زلی منظم که ما شما داریم الی مثلث پایان پایان در نظر الی مثلث پایان که وجود دارد شش زلی منظم است دیگه نه این زاویه چند درجه زاویه 60 درجه است دیگه گفتم تمام زاویه درجه است صحیح است پس ان... این زاویه درجه این زاویه درجه است خب مجموع زوای داخلی مثلث چند درجه است 180 صحیح شد دیگه نه؟ خب این 60 باشه اینی و اینی هم اردو باید چند شد؟ باید اردوشی شفت شد یعنی ای هم شفت و هم شفت چرا؟ چون اگر دقت کنید در مثلث مثلث چیست؟ چی است؟ زل با اینی زل چی مساوی است چون اردو شای دایر است دیگه شاید دایره چی میشه؟ محیطی میشه یعنی دایر ما شما چی است؟ دایر محیطی است دیگه گفتیم اگه یادتان باشد دایره که بیرون باشد محیطی میشه شای دایره محیطی میشه. صحیح؟ پس این شا با این شا چی هست یرد و مساویست یعنی این مسلس ما شما اینی ساق با این ساق مساویست مسلس متساوی ساقین بشه پس اینی زاویه با این زاویه باید مساوی باشد خب شخص که در اینجا رفته از 180 شخص کم کنید میشه 120 درجه بین دو اردو تب مساوی تقسیم کن پس یا میشه 60 درجه پس هر سه زاویه چند درجه میشه؟ 60 درجه میشه پس مسلسی که هر سه زاویه 60 درجه باشد چی هست؟ مسلس متساوی و از لا یعنی هر زلش با هم مساوی است پس این سه زل با هم مساوی است یعنی زل کدی زل کدی زل. زل مساوی فقط در شش زلی منظم است صحیح فکرتون باشه پس چی این دقیقاً به اندازه هم چی است شای ماست فهم نشه رقم شد دیگه پس ما شما این کارا میتونیم بکنیم برای شش زلی منظم یک تا دایره با ما شما بتا بگی کنید به شش زلی منظم به رسم کنید شش زلی منظم میگه دقت کنید شاگرد عزیز دایره بیرون از دایره میشه محیطی و شش زلی داخل است میشه شش زلی محاطی سه است یک تا دایره با ما و شما میتونه مگه شایش مثلا سه سانتی متر است شما یک تا شش منظم مهات دی بکش در دایره شما پس چی میکنه دهانه پرگار به اندازه انمی شاه شا هر شا چقدر سه است چهار سر چی است چون این با این مساوی همون گفتیم دیگه یعنی یک زل با این شا مساوی است ده. پس دهانه پرگار خود به اندازه همین شاه دایره باز میکنی و چی میکنی کمان میزنی صحیح قوس میزنی قوس جور کده اونارو به هم وصل منظم میشه پس فهم میدی چرا خمشنده پس این فقط برای شش زلیست چون این عرصه با هم چه میشه مسایی میشه اما اگر هفت زلی باشد پنج زلی باشد مسایی نمیشه پس این فقط برای شش زلیست پس این بنار یک نکته میتونیم بگیم اگر ما و شما یک تا دایره داشته باشیم یک دایره محیطی دیگه دایره بیرون باشد حال شش فعلی منظمی که بخوایم در دای دای دایره مهات به دایره باشد صحیح یعنی شش فعلی داخل باشد دایره ما و شما بیرون باشد رسم می‌کنیم چی می‌کنیم دهانه پرگار خود به اندازه شای دایره باز می‌کنیم چون شای دایره دقیقاً همون یک تا ذیل زل شش فعلی میشه با هم مساوی و دهانه پرگار با هم قباز می‌کنیم و چی می‌کنیم پشت سر هم علامه گذاری می‌کنیم یا قوس جدا می‌کنیم و وار با هم وصل می‌کنیم چی میشه شش زلی ما شما رسم میشه فهمیدید چی شد دیگه پس شاگرد عزیزی از چی است رسم چند زلی منظم که بچ طریق گفتیم ما میتونیم رسم کنیم طریق اومیش به شک بود دیگه اگر میگفت 5 زلی شما با 360 تقسیم بر 5 میکردین اگر میگفت 7 زلی شما 360 تقسیم بر 7 میکردین اگر میگفت 6 زلی 360 تقسیم بر 6 میکردین رای عمومی است اما این رای که گفتیم برای 6 بر زلی است فقط برای 6 ذلعی نه دهانه پرگار به اندازه شای دایره محیط ما میتونیم باز کنیم و علامه کنیم قوس جدا کنیم در روی خود دایره صحیح پس فهمیدی پس چی شد رسم چنزلی منظم خب شاگردای عزیز و گرامی پس چی شد پس ترسیم یا رسم کردن چند زلی منظمه براتون گفتیم به چه شکل است دیگه نه؟ هر زلی بر ما میگفت میگفت 6 زلی 7 زلی 8 زلی فرق نمیکنه 360 گفتیم تقسیم بر همو عدد میکنیم و زاویه مرکزی دریافت میشه یک تزاوی مرکزی به همو عرض شد دیگه اگر 5 زلی باشد میشه 360 تقسیم بر 5 چند میشه 72 درجه یک زاوی 72 درجه مرکزی میزنیم در دا اون دایره سیست و دهان پرگار خود بندز اما قوس مقابلش باز میکنیم و پوش سر هم علامه گذاری میکنیم و او علامه که نقاطی که علامه گذاری کنیم به هم وصل میکنیم میشه پنجزلی منظم سیست اما برای ششفیلی که گفتیم جاوش به چه شکل بود گفتیم دهان پرگار به اندازه چی شعاع دایره باز میکنیم ثبوت کردیم دیگه نه دایره دقیقاً در دا منظم با خود یک تا از چی میشه مساوی میشه درست پس چی شد ترسیم چنزلی منظم ما و شما خواندیم اما بحث دوم ما بحث دوم ما و شما چی است محیط و مساحت دایره است که محیط که میفهمیم چی است محیط قبلا گفته محیط یعنی دور تا دور بیرونش دیگه نه دور تا دور دور یک تا شکل ما شما چی میگیم محیط میگیم اما مساحت چی است مساحت میشه سطح داخل شکل صحیح سطح داخل شکل شاگرد عزیز دقت کنید محیط چی محیط یک بودیس است یک بعدی است یک تا خط است فقط اما مساحت ما و شما سطح میشه جنسش چه میشه دو بعد میشه یک تا طول دارد یک تا عرض دارد فکر باشه یک سطح میشه فهمید چه رقم شد دیگه نه پس محیط یک بعد دارد فقط یک تا طول دارد میگه محیط از این دایره مثلا چند است 15 سانتی متر اما مساحت میگه مساحت از این دایره چند است میگه مساحت از این چند است به عنوان مثال 15 سانتی متر مربع یعنی یک سطح میشه پس بریم سر تخته ما فرق محیط و بر اول بگم چی است و بعد فرمولای محیط و مساحت دایره را برات میگم و سوال کار میکنیم درست است پس بریم سر تخته خب شاگردای عزیز دقت کنید محیط یعنی چی قبلا گفتیم دیگه نه محیط یک تا شکل گفتیم دور تا دور اون شکل میگیم چی محیط پس محیط و مساحت خب محیط که دور تا دور یک شکل میگیم مساحت اما مساحت یعنی سطح داخل همون شکل چی است فهمیدید چه شد دیگه نه پس محیط اواستون باشه دقت کنید شاگرد عزیز محیط یک بعدی است فقط یک تا طول داره میگیم 15 سانتی متر اما مساحت چی است مساحت میشه دو بودی، یعنی سطح سطح داخل از اون شکل به عنوان مثال ما خب یک تا چه محیط رو خب میفهمیم یک تا مستطیل داشته باشیم فامید چه یعنی مستطیل است دیگه محیط مستطیل چی میشه یعنی زل جمع ایزل جمع ایزل جمع ایزل ار چهار زل از رو با هم جمع کنید میشه جواب میشه محیط صحیح است دیگه فهمیدید چرا هم شد نه به عنوان مثال ما شما چی داشته باشیم بهشک با باشد یعنی عرض مستطیل ما شما دو سانتی متر باشد و طول از سه سانتی متر باشد بهشک. با این فهمیدید چرا هم شد دیگه نه پس عرضش باشد دو سانتی متر و طول از باشد سه سانتی متر خب محیط از چند میشه؟ سه سانتی متر اینجا دا دا داریم یک دو سه دو تا اینجا دا داریم میشه پنج شش شه هفت ده صحیح پس محیط از چی میشه؟ محیط محیط, محیط ما واقع چی نشان میدیم شاگرد عزیز دقت کنید شاگرد عزیز دا گرامی محیط ما معمولا با حرف پی نشان میدیم صحیح سمبل پی محیط ما شما چند میشه ده اینجا میشه ده سه تا سه تا ده, ده طول سه تا میشه شش تا دو تا دو تارز اینجا چند میشه میشه ده صحیح پس ده سنتی متر پس این میشه محیط ما و شما اما مساحت با نیست سه سنتیمتر دادای پایین نوشته کنم سه سنتیمتر خب اما مساحت چی است؟ مساحت یعنی سطح داخل ازی سطح داخل ازی شکل ما و شما چی است؟ اگر ما اینا رو بیایم به هم وصل کنیم شاید گرد ازی دقت کنید سعیست؟ در اینجا تا تق... این شکل میشه یک تا مربع خرد اینجا تشکیل میشه یعنی مربع سیست یک تا مربع خرد در اینجا یک تا مربع خرد در اینجا د ای اینجا و این ای مربع ما و شما چی است هم طول و هم عرضش یک است از لای از یک سانتی است مربعی که از لای از یک سانتی باشد به با اون میگیم مربع واحد سیست یک باشد حال یک سانتی متر میتونه باشه میتونه یک متر باشه میتونه یک کیلومتر باشه فرق نمی کنه مثال ما شما چه است پس چند تا از این مربع واحد داخل از این شکل کاملا پر کرده یک دو سه چهار پنج شش تا پس جواب مساحت از این چی میشه پس مساحت با اس نشان شاگرد شاگردا از دقت کنید مساحت یک شکل با اس نشان بتیم. پس میشه شش تا از این شش مربع ها شش تا شش سانتی متر مربع پس فامیل چرا غم شد دیگه نه محیط پس چی است یک بودی است یک تا بوده فقط طول دارد پس 10 سانتی متر اما مفعل چی است دو بودی است یک طول دارد یک عرض دارد فکرت باشه داخل از اون میشه سطح داخل از او. و وقتی میگیم مساحت از 6 سانتی متر مربع است یعنی که با 6 تا مربع واحد میتونیم میتونیم ما سطح داخل از رو کاملا پر کنیم کاملا بپوشانیم فامیل چرا غم شد پس این مساحت محیط میفهمیم چی است این پس این چی است محیط و این مساحت اما فرمول مساحت و محیط دایره قبل که ما فرمولای مساحت و محیط دایره رو بگم من یک نکته در رابطه با دایره میگم و بعد فرمولایش رو میگم فرمول مساحت و محیط ما و شما اگر یک تا دا دایره داشته باشیم شاگردای عزیز یک تا دا دایره داشته باشیم این دایره ما و شما باشد ما و شما محیط از که گفتیم با پی نشان میتیم محیط معمولا دیگه فیست محیط با پی نشان و قطر ازیره قطر ازی چی باشد قطر این دایره ما قطر گفتیم نشان میدیم که دو برابر شما میشه قطر صحیح پس قطر یک دایره بادی نشان میده ما یه چم با پی نشان میدیم اگر ما شما دایره دل چون شما هر دایره که خودت بخواد بکش فرق نمیکنه دایره که دلت میشه بکش در کتاب کتابچه خودت صحیح هر دایره که دلت شد فرق نمیکنه محیط از رو بیا اندازه بگیر یک تا نخ بگیر تار صحیح باند دور تا دور رو بعد دور رو باز با با خطکش بیا یا با متر اندازه بگیر چه میشه قطر از با خطکش اندازه بگیر دو عدد میشه دیگه سیست. شما اگر بیاین امی محیط را تقسیم بر قطر کن قطر گفتیم با دی نشان میدیم صحیح این قطر ما شما با دی نشان میدیم این قطر با دی پس پی ما و شما چی است محیط دایره است و دی ما و شما چی است قطر دایره است امی اردو رو بر هم تقسیم کنیم یک تا عدد میشه عدد شست به اون میگیم عدد پای سعی است یک عدد ثابت میشه اما هر دایره که بکشی فرق نمیکنه شما محیط دایره تقسیم بر قطر دایره بسازید 100 درصد همین عدد پای میشه و عدد پای ما و شما چند است این خواندیم دیگه نه عدد پای چند است سه 15 92 پانزه، 36 و, و, و تا لایه تناهی سایس شما در ماشین حساب خودت بردم تلفن خودت با ماشین حسابش باز کرد بزن پای بزن پای بر نشان میده 3 14 15 و تا لای ماشین حساب تا یک جای بیشتر نشان داده نمیتونه یعنی قدرت ماشین حساب بیشتر نیست ولی را بخوایم حساب کنیم تا لای ادامه دارد ولی ما به اختصار چند میگیریم 3 اشاریه 14 میگیریم پس ما پای چند میگیریم به اختصار ولی اگر دقیق بخوایم دقیقش تا یک تعداد چی است اعداد غیر ناطق است تا لا تنها ادامه دارد فهمید چی رقم شد دیگه نه ولی ما برای اختصار برای آسانی برای راحت تر شدن کار ما و شما چند میگیریم در محاسبات در کتاب ما و شما 3.14 و بعضی وقتا خود سوال میگه 3 بگیر بخیر در... 3 اینو تقریبا 3 در نظر بگیر صحیح فهمید چی رقم شد دیگه نه ولی ما هم 3.14 رو باید بگیریم پس پی تقسیم بر پی محیط دایره تقسیم بر قطر دایر هر دایره که باشه فرق نمیکنه شما تقسیم کن دقیق اندازه گیری تقسیم کن اینم عدد میشه فهمید چی هست دیگه نه خب شاگرده عزیز پس من فرمول های چی میگم مفرد و محیط دایره رو میگم فرمول های مفرد و محیط دایره پس پی دایره فرمول محیط دایره چی میشه دقت کنید از همینجا ما میتونیم چیکون شاگرد این فرمول خود ما شما داریم دیگه نه مگه بهش مخرج یک برش بتوم طرفا وسطین این کنم چی میشه میشه پی مفایس با دی ضرب در پای صحیح یک زبدر پی که میشه پی دی زبدر پای هم میشه چی؟ میشه پی دی پای صحیح؟ خب حالی شاگرده عزیز دی چی است؟ دی قطر دایر است میتونیم به جای دی دو برابر شما نوشته کنیم چون دی با دو برابر شما مساوی پس ما به جای دی میتونم چی نوشته کنم نوشته دو تا آر زبدر پای صحیح؟ که به شک معمولا به شک نوشته دو پای آر نوشته میکنیم دو پای آر آر ما شما چی است شای دایر است پس این, این آر است شاید دایره است پس پی ما شما چی میشه دو پای آر پس این چی است این فرمول محیط دایره است پس فرمول محیط دایره چی میشه دو پای ضرب در آر این دو ثابت سا است آر پای هم که عدد 3.14 گفتیم میگیریم صحیح است و آر ما شما چی است شای دایره است این شا پس محیط دایره فرمولش چی است پی مساوی است با دو پای آر دو پای ضرب در آر صحیح است اما مساحت دایره گفتیم مساحت با چه نشان میدیم با اس نشان میدیم مساحت دایره میشه پای آر مربع یعنی شعار شما اول چی میکنی؟ مربع میکنی جوابش در پای ضرب میکنی سیست چی میشه؟ مساحت دایره میشه و دقت کنید چاگرده های این نکته بسیار مهم است وقتی شما محیط دریافت میکنی بر حسب سانتی متر به عنوان مثال می نوشته میکنی سانتی متر چون یک بعدی است اما مساحت وقت دریافت میکنی باید نوشته کنی سانتی متر مربع فکرت باشه چون دو بعدی است پس ما شما وقتی مساحت داره دریافت میکنیم به عنوان مثال میشه 8 باید نوشته کنیم 8 سانتی متر مربع اگر بر رفت متر باشد نوشته میکنیم 8 متر مربع فکرتان شد اوکی فامید چرا شد دیگه نه پس محیط یک بعدی فقط چه میشه واحد از میشه سانتی به مثال و اینجا چه میشه سانتی متر مربع خب پس ما تختر پاک میکنم و یک مثال برات کار میکنم و درس ما و شما امروز چی میشه خلاص میشه پس ما تختر پاک کنم با مثال و ما و شما یک تا دایره داده گفته این دایره ما و شما چند است یک تا دایره داریم که شای از چند است آر ما و شما باشد سه حال سه سانتی متر دیگه فرق نمی کنه سانتی متر بگیریم یا متر بگیریم سه باشد سه است سه به ما داده ما سه سانتی متر میگیریم گفته که مساحت و محیط از این دایره دریافت کنید خب بسیار آسان از کار نداره پس آر ما و شما چند است آر ما و شما سه سانتی متر است گفته پی را دریافت کنید و اس از دایره رو دریافت کنید که چند میشه خب فرمول داریم ما پی رو دریافت میکنم پی دایره محیط دایره چی بود فرمولش بود دو پای آر صحیح خب دو رو میمانیم دو پایم میتونیم شاگردای از دقت کنید به جای پای میتونید سه اشاره چارده بانید یا میتونید خود پای بانید فرق نمیکنه جوش برای پای آخر دریافت میشه صحیح شد پس من پای میمانیم. دو پای زب داره آر ما شما چند است آر ما شما گفته سه زبدر در سه خب سه دو شش پس جاش میشه 6 پای سنتی متر حالا اگر بخوایم دقیق درست کنین به جای پای سه اشاره چارده میمانیم در شش میکنیم سهیست جواب برف چی میشه دقیق میشه ولی خیلی از سوال که ما حل میکنیم کار میکنیم بر حسب پای نوشتن میکنیم دیگه پای سه اشاره خود پای میمانیم پس چند شد؟ پس محیط ما شما از دایره ما شما که شاید از, از, از سه باشد میشه 6 پای سانتی متر خب اما مساحت از بخویم درف کنیم مساحت از چی است مساحت گفتیم با چه نشان میدیم با اس نشان میدیم پس اس ما و شما چی بود فرمولش بود پای آر مربع خب پای خودش میمانیم پای آر آر ما و شما چند هست؟ است سه است زب در سه مربع اول خب مربع سه مربع چند میشه نو میشه صحیح آفرین پس نو زب در پای پس جوابش میشه چند نو پای حالا پای گفتیم اگه بجاش میتونیم چی بونیم سه اشار چارده ولی خواهیم با شکل پای میمانیم 9 پای دقت کنید سنتی متر مربع بسیار مهم است شاگرد عزیز و گرامی نکته نکته بسیار مهم است گفتیم محیط یک بعدی است پس فقط بر اساس سانتی متر است اما مساحت چی میشه دو بعدی میشه پس باید بر اساس سانتی متر مربع باشد فکرتان شد دیگه نه فهمیدین پس چه شد پس شاگرد عزیز و گرامی یک تا مثال کار کردیم یک تا دایره داریم گفته شاه از چند تا 3 سانتی متر است محیط و مساحت از دریافت کنید خب بسیار آسان تا نیستیم دریافت کنیم محیط از چند شد 6 پای سانتی متر شد اگر دقیقش گفتیم دریافت کنیم به جای پای 3.14 رو میمانیم در 6 ضرب میکنیم و مساحت از چند شد 9 پای سانتی متر مربع صحیح است هم شد دیگه خب شاگرد عزیز و گرامی پس محیط و مساحت دایره رو ما و شما خواندیم و چی گفتیم برایتان و یک تا مثال برایش کار کردیم برای, برای تان کار کردیم پس پس ما تیک مارک میکنم پس محیط و مسائل دایره ما و شما خواندیم. اما بحث مهم کارخانگی کارخانگی تمرینای صفحه 46 و 48 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساپ نمبر 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال دارید میتونید با ما در ارتباط شوید از همین طریقی که نمبر که به شما خواندم خب شاگردای عزیز و گرامی پایان فصل دوم یعنی فصل دوم ما و شما چی میشه خلاص میشه و ان شاء ما و شما در درس بعد فصل سوم خود شروع میکنیم درست است خب شاگردای عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک میسپارم